بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان و جهان. کشته و زخمی شدن ملیشه‌های طالبان علیه مقاومت ملی. 18 طالب توسط نیروهای جبهه هندوکش کشته شدند. نصب اجباری پرچم طالبان بالای دکانهای ولایت پنجشیر. و در ادامه این گزارش، اقدام جدی ایران، روسیه و ترکیه علیه کشورهای غربی. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را حتما دنبال کنید. وبسایت خبری آماج نیوز نوشته است که خامنه‌ای و پوتین میگوید که آمریکایی‌ها هم زورگو هستند و هم حیله‌گر. آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران در دیدار با رئیس جمهور روسیه گفته است که هوشیاری در مقابل فریبکاری غرب ضروری میباشد. او افزوده است که آمریکایی‌ها هم زورگو هستند و هم حیله‌گر. رهبر مذهبی ایران در این دیدار که سه‌شنبه 19 جولای در تهران صورت گرفته اضافه کرده است که یکی از عوامل فروپاشی شوروی سابق فریب خوردن در مقابل سیاست‌های آمریکا بود. البته روسیه در دوره شما یعنی پوتین استقلال خود را حفظ کرده است. آقای خامنه‌ای همچنین تصریح کرده است که دلار را باید به تدریج از مسیر معاملات جهانی خارج کرد و این کار به صورت تدریجی ممکن است. در این دیدار رهبران ایران در مورد جنگ روسیه در اوکراین گفته که در قضیه اوکراین چنان که شما ابتکار عمل را به دست نمی گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود موجب وقوع جنگ می شد. خامنه‌ای همچنان ناتو را موجود خطرناک توصیف کرده و افزوده است که اگر راه در مقابل ناتو باز باشد، حد و مرزی را نمی شناسد و اگر جلو آن در اوکراین گرفته نمی شد، مدت بعد به بهانه کریمه همین جنگ را به راه می انداخت. دو طرف همچنان در مورد برنامه‌های مشترک در سوریه صحبت کرده و خامنه‌ای خواستار بیرون کردن آمریکایی‌ها از مناطق حاصلخیز و نفتخیز شرق فرات سوریه شده است. پوتین نیز گفته است که ایران و روسیه در سوریه در حال مبارزه مشترک با تروریسم هستند و در زمینه نظامی نیز تلاش می‌کنیم که همکاری‌های دو کشور همچنین همکاری و مانورهای سه جانبه با چین را توسعه دهیم. باید افزود که این پنجمین بار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دوران رهبری آیت الله خامنه‌ای با او دیدار می‌کند. و در ادامه این گزارش اطلاعاتی روز می‌نویسد که طالبان نصب پرچم خود بر دکان‌های پنجشیر را اجباری اعلام کرد. منابع محلی در ولایت پنجشیر می‌گویند که مقام‌های طالبان نصب پرچم این گروه را بر دکان‌های بازارک مرکز این ولایت را اجباری کرده و به دکانداران درباره سرپیچی از این دستور نیز هشدار دادند. یک منبع در بازارک می‌گوید که مقام‌های طالبان به دکانداران گفتند که اگر بر دکان‌هایشان پرچم گروه طالبان را نصب نکنند، جریمه و مجازات خواهد شد. در همین حال منبع میگوید که بیرق طالبان در پنجشیر کمیافت است و دکانداران از ترس این گروه تکه های سفید را بر دکانهایشان نصب کردند. پیش از این نیز طالبان در قندهار و کابل به دکانداران دستور داده بودند که بر فراز دکانهایشان پرچم گروه طالبان را نصب کنند. طالبان بعد از تسلط بر افغانستان پرچمی سیرنگ افغانستان را از تمام ادارات دولتی و اماکن عمومی پایین کشیده و پرچم سفید خودشان را به اهتزاز درآوردند. این در حالی است که با گذشت نزدیک به یک سال از تسلط طالبان بر کابل تا کنون هیچ کشور این گروه را به عنوان حکومت در افغانستان به رسمیت نشناخته است. و در ادامه این گزارش طالبان میگوید که عامل انتحاری که قصد حمله به مسجد اهل تشیع در کابل را داشت بازداشت شد. ریاست عمومی استخبارات طالبان میگوید که این ریاست یک عضو فعال داعش را بازداشت کرده که میخواسته با جلیقه انتحاری به یک مسجد اهل تشیع در کابل حمله کند. ریاست استخبارات طالبان امروز چهارشنبه 29 سرطان اعلام کرده است که فرد بازداشت شده با نام مستعار ابو خالد در شبکات اجتماعی فعالیت داشته و از طریق کانال تلگرام برای داعش نیرو جذب کرد. در ویدیویی که استخبارات طالبان منتشر کرده، فرد بازداشت شده میگوید که قصد حمله انتحاری علیه شیعیان را در کابل داشته است. باید افزود که بعد از تسلط طالبان، بارها مساجد و اماکن عمومی شیعیان هدف حملات مرگبار قرار گرفته است. مسئولیت این حملات را اکثرا گروه داعش بر عهده میگیرد. و در ادامه این گزارش روزنامه صبح کابل نوشته است که جبهه هندوکش میگوید 18 جنگجوی طالب را در پنجشیر و پروان کشتیم.
منابع در جبهه هندوکش میگویند که در نتیجه حملات نیروهای این جبهه 18 جنگجوی طالیب در ولایت‌های پنجشیر و پروان کشته شده است. یک منبع به روزنامه صبح کابل گزارش داده است که در جریان یک شبانه روز گذشته در ولسوالی روخه ولایت پنجشیر، ولسوالی‌های سالنگ و جبل و سراج ولایت پروان عملیات علیه نیروهای طالبان انجام شده است. و گفته این منبع در یک حمله نیروهای جبهه هندوکش در روستای خواجه ولسوالی روخه ولایت پنجشیر 5 طالب کشته و همه امکانات جنگیشان به غنیمت گرفته شده است. همین گونه در نتیجه حمله راکتی جبهه هندوکش بر یک موتور استخبارات طالبان در ولسوالی سالنگ 2 جنگجوی این گروه کشته و 4 تن از نیروهای طالبان زخمی می شود. و گفته منابع یک کاروان موترهای طالبان در ولسوالی جبل و سراج ولایت پروان نیز هدف قرار گرفته است که در نتیجه این هدف 11 طالب کشته و 5 موتر نو انترنشنال مملو از سلاح و مهمات، 2 هامو و 3 رنجر این گروه تخریب شده است. در جریان درگیری های اخیر یک عضو جبهه هندوکش نیز جان باخته است، اما طالبان تا کنون در مورد این ادعاها چیزی نگفته است. و در ادامه این گزارش، جبهه آزادی افغانستان گزارش داده است که ادامه و تشدید جنگ در اندراب. حملات طالبان از ساعت 4 صبح تا 3 بجه امروز 29 سرطان ادامه داشته است. در نتیجه 7 طالب اشغالگر کشته و 11 ملیشه دیگرشان زخمی شده است. در این درگیری ها که پیشتر در ارتفاعات و رسوهای یختان و جوچی صورت گرفته بود، یک تن از رزمندگان قهرمان جبهه آزادی به نام نورعلم خان نیز به شهادت رسیده است. این در حالی است که در جنگ های روز گذشته نیز یک تن از رزمندگان جبهه آزادی شهید و بیشتر از 20 طالب نیز کشته شده بودند. و در ادامه این گزارش، دفتر یونما گزارش داده است که 700 غیر نظامی در 10 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان کشته شده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یعنی یونما گزارش داده است که در جریان 10 ماه حکومت طالبان در این کشور 700 غیر نظامی در نتیجه حملات مسلحانه و تروریستی کشته شدند. این گزارش ها روز چهارشنبه 29 سرطان نشر شده و در آن به موارد چون محافظت از افراد ملکی، کشتارهای غیرقانونی، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان، سلب آزادی‌های اساسی و وضعیت زندان‌های طالبان پرداخت شده است. گزارش یونما نشان می‌دهد که با وجود کاهش کلی و قابل توجه خشونت‌های مسلحانه در 10 ماه گذشته، 700 غیر نظامی در افغانستان کشته و 1406 نفر دیگر زخمی شده است. باید افزود که این گزارش رویدادهای نقض حقوق بشری بین ماه‌های آگوست سال 2021 میلادی تا 15 جولای سال روان میلادی را بررسی کرده است. در این گزارش آمده است که بیشتر تلفات غیر نظامیان در نتیجه حملات هدفمند گروه داعش علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در مکان‌های چون مکتب، مدرسه، مسجد و عبادتگاه‌ها ثبت شده است. همچنان یونما گفته است که مسئول یک بخش کلان از نقض حقوق بشر و تلفات غیر نظامیان مربوط به طالبان است که این گروه دست به نقض وسیع حقوق بشری در افغانستان زده است. یکی از مسائلی که در این گزارش آمده بسته ماندن مکاتب دخترانه می باشد. همچنان ممانعت طالبان با فعالیت‌های اجتماعی و کار زنان نیز ذکر شده است. در این گزارش با اشاره به عفو عمومی طالبان گفته شده که این عفو عمومی همیشه عملی نبوده است، زیرا این نهاد 160 مورد قتل فراقانونی مقامات دولتی و امنیتی سابق را توسط افراد طالبان ثبت کرده است. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد تازه ترین خبرهای امروز از افغانستان چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با هم به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.